با سلام با آموزش صرف دو از مجموعه آموزش های فرادرس در خدمت شما عزیزان هستیم بنده لیلا حسینی دکترای زبان و ادبیات عربی از اد دانشگاه خارزمی دارم امیدوارم که آموزش صرف دو از سری آموزش های اثرگذار در مجموعه فرادرس باشه در آموزش صرف دو با ساختمان اسم و تقسیم اسم از نظر جنس اسامی مبنی مورب با جامد مشتق با موصوف و صفت انواع جمع ها جمع کسرت جمع قلت جمع مکسر انواع اسامی همراه با اعراباشون مورد بررسی قرار خواهد گرفت فصل یکم از آموزش صرف دو به ساختمان اسم اختصاص داره و ما به ساختمان اسم تقسیم اسم از نظر جنس و اسامی مبنی میپردازیم ساختمان اسم اصلا چی هستش؟ ساختمان یعنی این که میخوایم بگیم تشکیل دهنده یک موضوع، یک حرکت اسم از یک ساختمانی تشکیل شده. اسم تشکیل شده از حروف اصلی و زائد. ابتدا ما باید به این توجه کنیم که چرا عنوان ساختمان برای اسم آمده ساختمان یعنی در واقع شاکله هر کاری برای شاکله هر کاری ما به ساختمان آن به ریشه آن به ساخت آن نیاز داریم در نتیجه اسم تشکیل شده از حروف اصلی و زائد بر فرض مثال وقتی گفته میشه معلم معلم یه سری حروف اصلی داره یه سری حروف زائد داره علم میشه حروف اصلیش میم حروف زائدشه هر اسمی در زبان عربی از سه حرف اصلی تشکیل شده و ممکنه حروف زائدش یک دونه باشه دوتا باشه پنجتا باشه تا باشه و حالا تعدادهایی که اختضای هر کلمه ای میکنه زبان از مجموعه کلماتی ساخته شده که با یک نظم خاصی تحت عنوان دستور زبان یا قواعد عربی در کنار هم قرار میگیره و در واقع جمله رو تشکیل میده علم صرف در زبان عربی داریم علم صرف یعنی چی یعنی علم شناخت کلمات بدون توجه به جایگاهشون یعنی چی بدون توجه به اینکه چه نقشی میگیرن جایگاه یعنی از نظر نقشی جایگاه در زبان عربی دیگه علم صرف نیست جایگاه میشه علم نحو و کاربرد اونها در جمله یعنی ممکنه یک کلمه ای در یک جمله نقش فاعلی بگیره در یک جمله نقش مفعولی بگیره ولی اینکه اون کلمه اگر هم فاعل باشه به عنوان اسم اگر هم مفعول باشه به عنوان اسم و اگر هم مبتدا باشه به عنوان اسم مثال می زنیم مثلا می گیم علیون ال مدرسه علی اینجا در این جمله جا علیون ال مدرسه فاعله جمله رو اسمیه می کنیم علیون جا علی نقش مبتدا گرفته علی در هر دو تا جمله اسمه یعنی در نظر علم صرف علی اسم، ولی جایگاش در جمله اول فائله در جمله دوم مبتداست. تقسیم بندی کلمه از نظر علم صرف ممکنه اسم باشه ممکنه فعل باشه ممکنه کلمه حرف باشه اسم چی هستش اسم کلمی که معنای مستقل داره ولی دلالت بر زمان نمیکنه اسم زمان نمیشناسه یه کلمه ای که معنای مستقل داره پنج تا دا نشانه داریم در زبان عربی که نشانه اسمن که ما تشخیص میدیم از این پنج تا نشانه که این کلمه اسم و تفکیکش میکنیم از حرف و فعل چون کلا ساختمان کلمه در زبان عربی همونطوری که گفتیم تشکیل میشه از اسم فعل حرف یعنی یکی از این ستاست کلمه ای که حرف باشه دیگه نمیتونه اسم باشه کلمی که اسم باشه دیگه نمیتونه فعل باشه یا کلمه اسم یا فعل یا حرف خب پنج تا نشانه اسم در زبان عربی یا مجرور به جر و یا مجرور یا تنوین داره یا منادا واقع میشه و ندا یا الف و لام داره والال یا مبتدا واقع میشه و مسند للاسم تمیز الحسل پنج نشانه اسم در زبان عربی یا مجرور یا تنوین داره و تنوین و ندا منادا واقع میشه چیزی که منادا واقع بشه اسمه دیگه نه فعل نه حرفه یا ال میگیره یا مبتدا واقع میشه کلمات سه حرفی ساکن الوسط کلمه سه حرفی جهل، فکر، جهد، سه حرفه و وسطش هم ساکنه. اینها غالبا اسم هستن. کلماتی که به الف و همزه ختم می شوند مثل زهرا، مثل خزرا، مثل سما، اینها هم اسم هستن. به الف و همزه. و در واقع بهشون میگن اسم ممدود. کلمه یا دارای معنای مستقل هست که فعله و اسمم میتونه شامل این باشه کلمه دارای معنای مستقل هم شامل فعله هم شامل اسمه اگر دلالت بر زمان بکنه میشه فعل اگر دلالت بر زمان نکنه میشه اسم دارای معنای مستقل هست و دلالت بر زمان میکنه مثل زهبه رفت معنیش مستقله چیزی وابسته نیست و دلالت بر زمان میکنه رفت کی رفت در گذشته رفت حسن نیکو بود زیبا بود کی در گذشته چون این دوتاش فعل ماضیه ذهبه و حسنه یذهب و میرود کی میرود همین الان میره در حال حاضر میره دلالت در زمان میکنه کلمه دارای معنای مستقل هست ولی دلالت بر زمان نمیکنه به این میگن اسم ذهاب رفتن رفتن معنای مستقله ولی دلالت بر زمان نمیکنه کتاب نوشتن نوشتن دلالت بر هیچ زمانی نمیکنه اگر بگیم که کتبه نوشت کی نوشت در گذشته نوشت ولی کتاب به معنای نوشتن که مصدره دلالت بر زمان نمیکنه پس جز زیر مجموعه اسم واقع میشه دارای معنای غیر مستقل که بهش میگن حرف پس کلمه دارای معنای مستقل شامل فعل و اسم فعل دلالت بر زمان میکنه اسم دلالت بر زمان نمیکنه اگر معنای غیر مستقل داشته باشه حرف مثل من از فی در ب به معنای همون ب با رابط بین دو تا کلمه رو حرف میگن در زبان عربی گاهی پیش میاد که یک اسم از ابتدا بر یک یا دو حرف وصل شده باشد که اختصاص به اسمای مبنی داره مثل زمایر هوه اسم اشاره هازا و های از این دست ساختمان اسم از نظر حروف اصلی و زائد ما تو زبان عربی یه بحثی داریم به نام ریشه اصلی در زبان عربی هر کلمه ای رو شما عزیزان دیدید ابتدا ریشه رو بررسی کنید ببینید سه حرف اصلیش چیه و این خیلی کمک میکنه تو بحث قواعد عربی حالا چه از نظر صرفی و چه از نظر نحوی از نظر میشه ساختمان است از نظر نحوی هم میشه جایگاه کلمه در جمله در همه کلمات سه حرفی استثناء وجود دارد راهمه مرحوم رحیم رحمان در همه اینها همه ریشه کلمه است یعنی این ریشه اصلی کلمه است حروف اصلی کلمه که سه حرفه راه مح بر وزن فائل مرحوم مفعول رحیم فعیل رحمان فعلان در همه اینها سه تا حرف اصلی داریم همه ریشه حالا در اولی راهم الف حروف زائد در دومی میم حروف زائد و واف حروف زائد بر وزن مفعول در رحیم یه حروف زاهده در رحمان الف و نون حروف زائده حروف زائد تغییر در نوع و معنای کلمه راهم حرف زائد داره الف حرف زائده راهم بر وزن فائل نوع کلمه اینجا اسم فائله اسم فائل یعنی بر کننده کار دلالت میکنه کسی که کاری انجام میده اسم فائله راهم یعنی رحم کننده مرحوم ره میم حروف اصلی کلمه است ریشه کلمه است میم و واف حروف زائده نوع کلمه اسم مفعوله معناش به معنای رحم شده رحمان رحمه حرف اصلیه الف و نون حرف زائده نوع کلمه رحمان بر وزن فعلان سیغه مبالغه است اسم مبالغه است معناش یعنی بسیار مهربان یعنی اگر حروف زائد بر سر ریشه کلمه بیاد در نوع و معنای کلمه همانطوری که میبینید اینجا تغییر ایجاد شده رحیم صفت مشبه هست رحیم رحمه ریشه اصلی یه حرف زائده کلمه صفت مشبه است معناش میشه همیشه مهربان ساختمان اسم ان نظر وزن کلمه وزن چیه؟ قالبی که کلمه در اون قرار میگیره وقتی میگیم فائل قالبیه که ریشه کلمه مثلا کتاب کتبه در اون واقع میشه فائل کاتب همه کلمات وزن دارن یعنی شما هر کلمه ای رو تو زبان عربی ببینید وزن داره مثل راهم بر وزن فائل مرحوم بر وزن مفعول در کلمات هم وزن مساوی بودن تعداد حروف مد نظره کاتب بر وزن فائل حروف در کاتب چند تاست؟ یک دو سه چهار فائل یک دو سه چهار دقیقا تعداد حروف در این دوتا کلمه هموز که کاتب و فائل هستش با همدیگه برابر هستش غالبا من در کلاس های درسم عنوان میکنم گاهن بچه ها برای پیدا کردن ریشه کلمه دچار مشکل میشن برای کلمات سخت تر سعی کنید ریشه کلمه رو پیدا کنید ریشه کلمه رو که پیدا کردید فعله رو زیر ریشه کلمه بنویسید مثلا راهم رحم فعله کاتب کتبه فعله هرچی در وزن کلمه بود پایین میارید وزن کلمه مشخص میشه وقتی در کتبه ریشه کلمه رو بنویسید فعل الف و بذار پایین میشه فاعل مشابه بودن حرکت های روی حروف در کلمات هم تعداد حروف با هم دیگه برابرن و حرکات هم این همه کاتب رو کاف فتحه داره چون همراه با الف خونده میشه اینم بر وزن فائله. کاتب روت کسره داره فائل کسره داره لام کسره داره مشابه بودن حرکت های روی حروف غالبا در مشابه بودن حرکت روی حروف مثلا کا فتحه داره ب هم اینجا فتحه داره ت کسره داره عین کسره داره و کا بگ ساکن لامم ساکنه پس در کلمات هموز یا تعداد حروف با هم مساویان یا حرکات روی حروف شبیه به هم هستن انقلاب بر وزن انفعال انقلاب ریشش هست قلبه فعله هر چی بالاست میاریم پایین میشه انفعال انفجار ریشش هست فجر سه حرف اصلیش فجره هر چی بالاست میاریم پایین انفعال انبساط بَسَتَ بر وزن انفعال در انقلاب حروف زائد الف نون و الف همچنین در انفجار الف نون الف دقت کنید کلماتی که بر یک وزن هستند حروف زائدشون غالبا مشترکن الف نون الف الف نون الف الف, الف، نون الف ببینید در این سه تا کلمه حروف زائدش مشترک است چجوری ریشه کلمه رو پیدا کنیم اگر ما تو ذهنمون هم خانواده کلمه رو تداعی کنیم و مقایسه کنیم اون سه تا حرف تکراری رو ریشه پیدا میشه مثل حمید حامد محمود احمد هم حمید حامد محمود احمد حالا مقایسه میکنیم حروف تکراری رو حروف تکراری همده 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 ببینید اینجا یه حروف اضافه است که تویش کدوم اینا تکرار نشده الف در دومی در سومی میم و واو و در چهارمی الف مجدد پیدا کردن وزن یک کلمه چطور هست؟ اول ریشه رو پیدا می کنیم بعد از اینکه ریشه رو پیدا می کنیم حروف فعله رو زیر ریشه کلمه قرار میدیم بعد حروف زائد کلمه رو طبق وزن بهش اضافه می کنیم همونطوری که در انقلاب انفجار که بر وزن انفعال بود توضیح داده شد راهم ریشش هست رحمه هم خانوادش هست مرحوم رحیم رحمان رحمت بعد وزنش رو پیدا میکنیم مرحوم رحمه رو به وزن فعله می نفسیم. هر چی بالا بر وزن اینه میاریم پایین میشه مفعول رحیم فعیل رحمان فعلان رحمت فعلت وزن که در سلاسی مجرد غالبا معمول و رایج هستند چون ممکنه که تلفظ یک کلمه انقدر سنگین باشه انقدر تلفظش سقیل باشه در نتیجه اینا رو وزن قرار میگیرن که یه مقدار از اون سقیل شدنش کاسته بشه مثلا بر فرض مثال نزدیک بودن حرکت زمه و کسره در یک کلمه ممکنه باعث سقیل شدن تلفظ کلمه بشن ما دوازده تا وزن سلاسی مجرد داریم که غالبا معمول هستند. سه تا که از این وزن ها حرکت فاول فلشون در عین ضرب بشه در واقع میشه دوازده تا وزن یعنی حاصل ضرب حرکت فاول فل که سه تا هست در چهار تا حرکت عین در واقع دوازده تا وزن به وجود میاد که این وزن ها غالبا رایج و معمول هستند در اوزان سلسی مجرد. حذف موارد کنار هم آمدن زم و کسره به خاطر اینکه سنگینه تلفظش سخته در نتیجه زم و کسره که در کنار هم بیاد از برخی از وزن ها حذف میشه مکسور الفا یعنی حرکت کسره و مزموم العین یعنی حرکت زمه و برعکس یعنی چی؟ مزموم الفا و مکسور به خاطر سنگین بودن، سخت بودن، سقیل بودن تلفظ حذف میشه اسم سلاسی مجرد دن و وزن رایج داره سلاسی مجرد که با این دوتا مکسور الفا و مزموم العین و مزموم الفا و مکسور الاهین میشن دوازده تا. فا ما فتح است، این هم فتحه. فا کسر کسره، این کسره. فا زمه، این زمه. مفتولفا یعنی فا فته فتحه باشه. چهار تا وزن داریم. شمس بر وزن فعل. قمر فعل کبد فعل رجل فعله مکسور الفا سه وز داره جلف فعل اوز فعل ابل فعل مضموم الفا فاول فلش زمه داشته باشه سه تا وزن به دست میاد خمس رتب افق گاهی اوقات یکی از حروف اسم سلاسی هست میشه به جاش چیز دیگه ای میاد مثلا سماو در اصل ریشه کلمه در اسم بوده سماوه ولی واو هست شده به جاش الف اومده ابن بناو بناوه واو هست شده به جاش الف اومده چیزی به جاش نمیاد یکی از این حروف هست میشه و هیچی هم جاش نمیاد در واقع اب بوده ابوه اب یعنی پدر بوده و واو هست شده هیچی هم به جاش نیمده دم در اصل ریشش هست دمیه همونطوری که گفتیم ریشه یه کلمه در زبان عربی در فعل و اسم حرف نه در فعل و اسم سه حرفیه یعنی باید حتما سه تا حرف باشه سه تا حرف باشه درست شد؟ پس در نتیجه اگر گای اوقات حس میشه چیزی به جاش میاد مثل سموه و بنوه گای اوقات حس میشه ولی هیچی هم جاش نمیاد مثل و دم در روبای مجرد شش ورز داریم فعلل جعفر فولول برسون فعلل درهم فعلل زبرج فولل جهدب فعلل قمتر در وزنهای خماسی مجرد چهار تا وزن داریم فعلل سفرجل فعلل جهمرش فعلل قرتعب فعلل قزعمل کلماتی که سلاسی، ربایی و خماسی هستند و مزیدند تا الان هرچی گفتیم اینا مجرد بودن. کلماتی که سلاسی مزیدن، روایی مزیدن و خماسی مزیدن. وزنهای زیادی دارند و گوناگونی بینشون زیاده که ما در درس صرف دو به این اوزان میپردازیم در اسلایدهای بعدی. ولی چون تعدادشون زیاده گوناگونی دارن در نتیجه مورد شمارش قرار نمیگیرن. تقسیمات اسم تقسیم اسم به اعتبار اینکه مستر یا غیر مستره به اعتبار اینکه جامد یا مشتقه مذکر یا مؤنث یعنی به اعتبار جنس به اعتبار اینکه مبنی یا مورب اسم ما مثلا مورب که همه اسامی رو شامل میشه مبنی مثل اسم اشاره زمایر و حالا غیره یا به اعتبار اینکه معرفه است یا نکره است تقسیم میشن و همچنین به اعتبار اینکه متصرفن یا غیر متصرفن پس اسم به اعتبار مستر و غیر مستر بودن جامد و مشتق بودن مذکر و معنس بودن مورب و مبنی معرفه و نکره و متصرف و غیر متصرف بودن تقسیم میشن تقسیم اسم از نظر جنس اسم از نظر جنس به دو قسمت مذکر و مؤنث تقسیم میشه. اسم مذکر مجدد به حقیقی و مجازی تقسیم میشه. اسم مذکر حقیقی چی هستش؟ اسم مذکریه که بر انسان یا حیوانی که مذکر هست دلالت میکنه. مثل حمید اسد به معنای شیر عالم دانشمند بر انسان یا حیوان مذکر دلالت میکنه حقیقی مذکر مجازی چی هست مذکری اسمیه که واقعا مذکر نیست ولی قواعد اسم مذکر برای آن اجرا می شود مثل قلم مثل کتاب مثل باب قلم واقعا مذکر نیست ولی قواعد اسم مذکر براش اجرا میشه هیچ علامتی برای معنس بودن نداره چون معنس علامت داره هیچ کدوم از علامت های رو نداره مذکره اسم معنس چیه؟ اسمی که بر انسان یا حیوانی که معنسه ماده است دلالت میکنه مثل فاطمه مثل معلمت آخرش تیه گرد داره مثل بقرت بر انسان یا حیوان ماده دلالت میکنه معنس مجازی چی هست؟ معنسیه که اسمیه که واقعا معنیس نیست ولی قواعد اسم معنیس براش اجرا میشه مانند مزرعت یعنی چی قواید اسم معنیس برای آن اجرا میشود؟ یعنی این که یکی از علامتهای تعنیس یا معنیس در زبان عربی تیه گرده بر سر مزرعه اومده مزرعت که در زبان عربی به مزرعه تلفظ میشه مدرست مدرسه قابت معنس معنوی چیه؟ معنس معنوی اسمیه که علامت تنیس نداره مثل مزرعت مثل قابت ولی در واقع معنسه در اصل معنسه گای اوقات ممکنه این مؤنث معنوی ما حقیقی باشه گای اوقات چی باشه مجازی باشه حسم مورد حقیقی یا مجازی است پس اسم از نظر جنس مذکر فقط حقیقی و مجازی بود ولی اسم مؤنث حقیقی مجازی و معنوی اسم حقیقی در واقع اسم مؤنثه مؤنث معنس مجازی در واقع اسمیه که واقعا معنیس نیست ولی قواعد اسم معنس براش اجرا میشه و معنوی واقعا معنیسه ولی علامت تعنیس نداره و معنیس لفظی در واقع اسم مزکریه که علامت تعنیس داره مثل ماویه در واقع مزکره ولی علامت تعنیس داره ماویت تلهت ته علامت معنسه. همزت زکریا زکریا الف و همزه علامت معنسه علائم اسم تعنیس رو در اسلایت های بعدی توضیح میدیم علامت تعنیس در عربی چیه؟ ت گرده تاهرت فاطمت صدیقت حدیقت الف و همزه زهرا صحرا و یه یه یکی دیگه از علامت تعنیسه کبرا ازما اقسام معنس معنوی معنس معنوی چی بود؟ است که در واقع معنس ولی علامت تحریص نداره اندام زوج بدن این به معنای چشم علامت این دو تا معنا داره یه معناش چشمه یه معناش جاسوسه رجل به معنای پا زوج دو تا هر انسانی دو تا پا داره ید دست اندام زوج بدن انسان جمع مکسر غیر انسان معنیس معنویه تیور بر وزن فعول جمع مکسره مزاره مفائل بر وزن جمع مکسره و جز اقسام معنس معنوی هستش اسامی شهرها، کشورها، قبیله ها جز معنس معنوی هستند اسفهان، مصر، قریش برخی اسامی که معنس سمایی هستند سمایی در عربی یعنی چی؟ یعنی برای آن قاعده و قانون خاصی نیست سماعی از سماع میاد بر اساس شنیدا از بس گوش شنیده بهش عادت کرده برخی از اسامی معنس سماعی هستن مثل اونق ارز شمس روح نفس نار حرب دار سما بر بر یعنی چا خب اگر در تحلیل و صرفی یک کلمه ای مثل قریش رو به شما دادن گفتن این مذکر یا معنسه که شما باید بنویسید مذکر، معنس، اسم، مفرد، مصنع، جمع و حالا غیره قریش میشه معنس چرا؟ چون اسامی قبیله است و جزء معنس های معنویه یا مثلا تیور میدن تحلیل و صرفی کنید میشه جمع، جمع مکسر، معنس تیور درست علامت تعنیس رو نداره ولی معنسه معنس معنویه این علامت های تعنیس ت الف همزه و یا در هیچ کدوم از اینا دیده نمیشه در نتیجه اینا معنس معنوی هن. معنس معنوی علامت تعنیس رو نداره ولی در واقع معنسه تقسیم اسم از نظر عدد به مفرد، مصنا و جمع تقسیم میشه. اسم مفرد اسمیه که به تنهایی به کار میره و هیچ علامت تصنیه و جمع نداره. مثل معلم. مثل کاتب. اسم مصنا دو تا علامت داره. در واقع قاعدش به این شکل ساخته میشه. اسم مفرد بلاوه الف نونی که کسره داره. یا یونونی که کسره داره معلم اسم مفرده به علاوه الف و نونی که کسره داره میشه معلمانه یا معلمینه اسم جمع مذکر اسم مفرد به علاوه واونونی که فتحه داره یا یونونی که فتحه داره مثل معلمونه معلمی نه اسم جمع معنس اسم جمع معنس اسم مفرد بلا الف و ت مانند معلمات پس اسم از نظر عدد به اسم مفرد، مصنا، جمع مذکر و جمع مؤنث تقسیم میشه. مفرد که به تنهایی به کار میره، مثنا علامتش الف و نون کسره دار یا نون کسره دار که در علم نحو از نظر جایگاهی کلمه در حالت رفعی با الف و نون میاد در حالت نسبی و جری با یه و نون میاد اسم جمع مذکر علامتش واو و نون مفتوحه و یه و نون است اسم جمع مذکر هم در حالت رفعی با واو و نون میاد در حالت نسبی و جری با ی میاد و جمع مؤنث هم که علامتش الف و ت هستش جمع مکسر جمع مکسر بهش میگن جمع های ظاهر بی قاعده وزنای زیادی داره قاعده خاصی برای جمع مکسر نیستش مثل جمع مذکر مثل جمع مؤنث سالم که قاعده خود داشتیم الف توی واو و نون یه و نون ولی برای جمع مکسر ما قاعده خاصی نداریم و اوزان بسیار زیادی داره اسم عاقل جمع مکسر و جمع سالمه اسم غیر عاقل تنها جمع مکسر براش میاد اسم غیر عاقل البته منظور این که تنها جمع مکسر یعنی صفتش به عنوان مفرد مؤنث به کار میره صفتی که برای جمع مکسر غیر عاقل انتخاب میشه مفرد مؤنثه اسم غیر عاقل تنها به صورت مکسر جمع بسته می شود ولی عکس آن صادق نیست بعضی از کلمات بیش از یک جمع مکسر دارن. اخ اخوان اخوان وارس ورست وراس نفس نفوس انفس بیت بیوت بیت جمع مکسرش میشه بیوت بیوت جمع معنیس سالم نیست چون ریشه کلمه بیت این ته آخر خودش جز ریشه کلمه است. بیت ابیات یعنی ابیات جمع مکسره چرا نمیتونیم اینو بگیم جمع معنس سالم مگه علامت جمع معنس سالم الف و ت نبود ولی به جهت اینکه ت جز ریشه خود کلمه است بیت در نتیجه نمیتونه جمع معنس سالم باشه به عنوان جمع مکسره بیت به معنای خانه جمعش میشه بیوت بیت به معنای بیت شعر جمعش میشه ابیات این کلمات جمع مکسر هستن و الف و نون و یه و نون متعلق به خودشونن همونطوری که در بیت ت متعلق به خودش بود متعلق به جمع مؤنث سالم نبود الوان جمع مکسره الف و نون متعلق به خودشه رفتی به جمع مذکر نداره یا مصنا نداره شبان. یعنی چوپان احزان ادیان اقسان ابدان بدن ریشش بدن قسن مساکین سکن اینا جمع مکسر هستند جمع معنس سالم مذکر سالم و مصنا نیستش قوانین مزامین بساتین این کلمات مفرد هستن هرچند شبیه اسم مصنا اینا استثناهاتی از تو زبان عربی که هم باید این کلمات رو بلد باشید جوان مفرده این الف و نون برای خودشه قزبان یقزان قفران دوران کسلان تیران ادوان اچشان اینها مفردن اسم مصنا نیستن هرچند که الف و نون دارن شبیه علامت اسم مصنا هستند ولی در واقع کلمات مفرد هستند اسم مورب به اعتبار حرف آخر اسم به اعتبار حرف آخر به اسم مقصور ممدود و منقوص تقسیم میشه اسم مقصور اسمی که ختم میشه به الف ثابته ای. الفی که آرزی نیست بعدش هم همزه نباشد مثل عیسی مثل عیسی به یک الفی ختم شده الف ثابته اسم ممدود اسمیه که قبلش الف و همزه باشه مثل همرا زهرا اسم منقوص اسمیه که خط میشه به یای ثابته یایی که آرزی نباشد یعنی ما خودمون اونو نیمده باشیم داده باشیم آرزی یعنی خودمون عرض نکرده باشیم خودش داره و یا هم مشدده نباشد یای مشدد نباشه یای ثابت باشه قاضی کافی اسم صحیح اسمیه که به حرف صحیح ختم میشه مثل رجل مر به جز همزه قبل الف زائد همزه که قبل الف زائد باشه اسم معدود مر همزه داره ولی قبلش الف زائد نداره اسم شپ صحیح اسمیه که به واو و یایی که ما قبلشون ساکنه ختم میشه دلو زبیه واو و یایی که قبلشون چیه؟ ساکنه بهش میگن شبه صحیح اصطلاح صحیح و منقوص به اعتبار حرف آخر کلمه است غیر از اصطلاح صحیح و ناقص است که به اعتبار دیگری کل حروف اصلی کلمه بوده و نباید تشابه اسمی موجب خلط مبحث شود. صحیح و منقوص به اعتبار حرف آخر کلمه است ولی صحیح و ناقص به اعتبار حرف اصلی کلمه است. حرف آخر کلمه صحیح میشه رجل، منقوص میشه قاضی، کافی ولی ناقص در حروف اله اگه دقت کرده باشید مثل احتدا حروف اصلی کلمه هدا هستش که ی اون یه یه ناقصه و و یه نشوننده حرف اله هستن و ناقص محسوب میشه نشانه صحیح الاخر کلماتی که به یه تشدیددار ختم میشه علی ولی کلماتی که به یه ختم میشن و در حالی که قبل اونها ساکنه سعی علی به یه تشدید دار خط شده ولی سعی به یه خط شده ولی قبل از یه ساکنه کلماتی که به همزه خط میشن در حالی که قبل اونها الف نیستش جز شی مر به همزه خط میشن اسامی مبنی اسم ها مورب هستن به جز پنج دسته که اینها جز مبنی ها محسوب میشن همه اسم ها موربن پنج تا از اسما هستند که مبنین یکی از اون اسامی زمایره هو هما هیه هو که کما که و زمایر جز اسم هستند که مبنین زمایر ممکنه متصل مرفوعی باشه متصل منصوبی باشه یا متصل مجروری باشه هو هما هم ها هما هنه که کما کم که کما کنه یه و زمایر منفصل مرفوعی هوه انت انتما زمایر منفصل منصوبی یا هو یا هما یا که یا کم یا کما پس زمایر جز اسم ها هستند و اسم های مبنی که تقسیم میشه به زمایر متصل و منفصل متصل به مرفوعی منصوبی و مجروری تقسیم میشه و زمایر منفصل به مرفوعی و منصوبی تقسیم میشه اسم های اشاره دومین اسم های مبنی هستند که اسم های اشاره اسم اشاره به نزدیک داریم هازا برای مفرد مذکر به کار میره هازهی مفرد مؤنس هازانه الف و نونی که کسره داره علامت مسناس هازانه هازینه یه و نون کسره دار برای مسنای مذکر هاتانه الف و کسره دار هاتین یه و نون کسره دار برای مسنای مؤنس به کار میرن